سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که شیوع گسترده بیماره هایی که عمدتا کودکان را میکشد در سراسر جهان در حال گسترش است نیویورک تایم گزارش داده که در پی همهگیری کووید 19 بیش از 60 میلیون کودک بدون حتی یک دوز واکسن رها شدند. نیویورک تایمز روز شنبه چهارم آذر در گزارشی نوشت که تا عواسط سال جاری 47 کشور جهان شیوع جدی سرخک را گزارش کردند. در حال حاضر نیجریه با بیش از 17 هزار مورد مشکوک و نزدیک به 600 مرگ بزرگترین شیوع سرخک را دارا بوده است. کشورهای دیگری همچون افغانستان و زیمبابوه ویروس فلج کودکان را گزارش دادند. براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت مرگ و میر ناشی از سرخک در سال 2022 نسبت به سال گذشته آن 43 درصد افزایش یافته است و این آمار در سال 2023 میتواند دوباره دو برابر شود بر اساس آمارها سال گذشته دست کم 22 میلیون کودک دوز اول واکسیناسیون معمول سرخک را از دست دادند و حدود 13.3 میلیون کودک دیگر نیز دوز دوم خود را دریافت نکردند. بسیاری از کودکان که فرصت واکسن های خود را از دست دادند، اکنون محدوده سنیشان از برنامه های عادی واکسن فراتر رفته است.